سلام، من اومدم. چطورید بچه ها؟ میریم امروز با هم آهنگ تصمیم از خواننده مورد علاقه‌ام آریانا سعید عزیز رو ببینیم، بشنویم و کلی حال کنیم. و تا اونجایی که اطلاعات جمع کردم شعرش از امین جان صبوری عزیزه. و دمتون گرم بابت پیشنهاد و باحالتون. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. و همین، بریم ببینیم که این ویدیو چقدر باحاله. آهنگ تصمیم، افغانستان اینترنشنال. اوکی. هرچی تصمیم میگیرم تا بگم دوست دارم. عاشقانه است حاجی، چه لباس خوشگلی پوشیده. چه؟ چقدر خاص آستیناش. تا بگم دوست دارم همیشه. خب، آهنگ صدا شکم کمه. آهنگ عاشقانه است و تمپوش پایینه، فکر کنم بین 55 تا 60 این حدوده. لجنتو یه همچین چیزی میگن، حالا کار نداریم بهش. تمپوش پایینه و آهنگایی که تمپو پایینه معمولا ملایمن، یا عاشقانن یا غمگینن. بریم جلوتر. آه احساس میکنم باید از تو بگذرم. همیشه نمیشه ولا نمیشه. شعرش قشنگه، این تکراری که توشه، این نمیشه اما نمیشه، به نظرم قشنگترش کرده. باریکلا امین جان. حاجی حافظه ندارم. امین جان صبوری عزیز. اوکی. تو باید نحوه دیگه مرا جادو. آقا راجب یک عاشقیه که خیلی قشنگه اگه بخوای داخل بحر شعر بری و معنی کنی. راجب یه عاشقیه که میخواد بگذره ولی نمیتونه، میگه تو به یه نحوه دیگه منو جادو میکنی. جالبه، چرا کار نمیکنه؟ دست و پا گم میکنم تا حرف آغاز میکنی تا خم با قبول میکنی. آیسا آروم. آقا دست و پا گم میکنم تا حرفی آغاز میکنی، معمولا تو رابطه، مخصوصا اون اوایلش که آدم با یکی دوست میشه. اوایل منظورم تجربه های اوله، همین جوریه دیگه، آدم هول میشه، دست و پاشو گم میکنه، استرس میگیره. این تو شعر آورده. باریکلا، باحاله. از مود خوبی منتقل میکنه. و البته الان سر صبح من دارم اینو گوش میدم، آهنگی نیست سر صبح گوش بدیم، ولی کلا برای بچه‌ای که عاشقن مخصوصا و یکی رو دوست دارن، شیطونا سابسکرایب کنید. مود خوبی آهنگ منتقل میکنه. بریم جلو. با تو ای جان غزل ها. چقدر صداش قشنگه، چقدر قشنگه صداش. لحظه ها سبز و غزل ها همه باشه. قصه ها قصه مفهوم حیات خوابش قایم. غزل ها همه عاشق، قصه ها قصه مفهوم حیات خواب شقایق. تشبیهات و ادبی بودن شعر چقدر زیباست. باریکلا. من از آن لحظه که پا بند تو گشتم، لحظه وصل تو را ساختم، اسم زیبا ساختم. از اون لحظه ای که باز آشنا شدم، حالا اسم تو سرود زیبای خودم کردم، یه همچین چیزی. و واقعا خیلی قشنگ آدم یکی اینجوری بهش علاقه داشته باشه. 5 ثانیه میزنم عقب. اسم زیبای تو رو سرود عاشقانه ساختم.
نمیشناسم. حالا مثلا میبینی دوتا از شخصیت های شناخته شده من نمیشناسم. اوکی. لحظه ها وقت نبودی. بابا من دوست دارم یکم موزیکش چی میگن یکم خشنتر باشه، یه صدایی توش باشه نیست، مخصوصا اینجایی که اوج میگیره. اوجاش هم خیلی ملایم چیز شده تو آهنگسازی، اوج چندانی نداره، صدا زیاد بالا نمیره. نکنید لحظه ها وقت نبودی، یک دم آرامش نداشتن آن شبان شب غزل ها. این آهنگسازیش، حالا گفتم چون تمپوش پایینه، ولی به نظرم سازایی که استفاده شده میتونست یه ساز، یه گیتاری، چیز گیتار الکتریکی، فکر کنم یکی رو دیدم داشت گیتار بیس میزد، ولی اینها یه آقای اونجا هست داره میزه، ولی صداش زیاد شنیده نمیشه تو آهنگ. عاشق انتظاری میکشیدم بیایی، صفحه ها را بگوشایی، تو چرا نیامدی؟ بارکلا حاجی، میکروفونشو یکم آب بخوریم. آبم ندارم. میکروفونش، یکی از بچه‌ها گفته بود که میکروفونش میکروفون مخصوص خودشه. من پرسیده بودم که چرا اینجوری نقره ای و اینا، گفتن آره اون میکروفون مخصوص خودشو. اومدی تو چرا نیامدی؟ نیامدی نیامدی تو چرا؟ بمی خاصی تو صداشه، به خاطر همین میگه من دوست دارم صداشو بشنوم، چون یه بمی خاصی تو صداشه و آدم وقتی که اوج میخونه مخصوصا این بمی بیشتر خودشو نشون میده. من همیشه آهنگاشو گوش میدم، دوست دارم خیلی بالا پایین صداشو بشنوم. بریم جلوتر. وادی موسیقی کجاست؟ یکی دو تا آهنگ دیگه هم گوش کرده بودیم، اون وادی موسیقی رو پشتش نوشته بود. فکر کنم خانم آریانا سعید تو انگلیس ساکنه، نمیدونم، تا اونجایی که من خوندم، حالا اطلاعات اشتباه زیاد می‌نویسن، ولی این استودیویی که توش خونده خیلی دوست دارم بدونم کجاست. هر چی تصمیم میگیرم تا بگم دوست دارم، نمیشه والا نمیشه. آجی رنگا رو میبینی؟ رنگایی که توی دکور و نور پردازی و رنگ لباس، حتی حالا درسته من کور رنگی دارم و خیلی هم موام چرا اینجوری خیلی از رنگا رو تشخیص نمیدم، ولی تو مایه های آبیه، هم لباسی که پوشیده، هم اون دکور پشت و کلا نورایی که استفاده شده، جالبه. نکنید ساس میکنم، باید از تو بگذرم، نمیشه. حالا شعرش گفتش که اول که گفت که نمیتونم از تو بگذرم و اینا، از اون برم یه جایی از شعر گفتش که منتظرت موندم و نیومدی. یه عاشقی رو میگه که دو به شک و توی دوراهی مونده و توی حس انتظار و توی حس دودلی مونده، که واقعا خیلی مزخرفه این حسا که مثلا منتظر یکی باشه و تکلیفت روشن نباشه. مار جادو میکنی، دست و پا گم میکنم، حرف آغاز میکنی، تا خم ببرو میکنی. تا خم اینو نشیده بودم، تا خم ببرو میکنی، تا یکم اخ میکنی، من دست و پامو گم میکنم. خیلی عاشقه. ساز ببین، مثلا با اینکه ویالون داره زده میشه و سازهای مختلفی استفاده شده، ولی ساز غالبش درامه، یعنی صدا چیه میاد؟ یه دوست عزیزی داره سنگ میبره، چیز مهم. آره ساز اصلیش درامه، یعنی موزیکو که گوش میدی غالبش درام بیشتر میشنوی. اصلا صدا ویالون توش خیلی کمه، میبینی صدا ویالون خیلی آروم و زیره. آه 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 آه
صدا رو ببین، خودش اصلا یه ساز موسیقیه، صداش اصلا اوکی. هرچی بگیم کمه دیگه، بریم ببینیم چی میشه. باریکلا آقا، دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو دیدید و خیلی آهنگ زیبایی بود. از اون زیباتر و از همه چی گذشته خیلی شعر قشنگی داشت. بازم از امیر جان صبوری تشکر میکنم و لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره دوست عزیز. خیلی مخلصیم، مرسی که ویدیو رو میبینید و حمایت میکنید و تا یه ویدیو بالا دیگه، خدافظ بچه‌ها.